که درک نمی کنم روزه رو، ولی من ترک نمی کنم روزه رو، حتی شده یک نفری روزه خونی برپا میشه، برکت همین هیئت هاست گره اگه ما میشه. واسه حل شدن مشکلامون چیزی هست مگه از گریه بهتر؟ روزه روزه با بل هوایت با بل هوایت برای فاطمه صدا ماشناس، دلیلش هم فقط همین گریه ها. بابام بهم گفته از این خونه باد دست نکشم، از راه حرم اومدم یه وقت خامو پس نکشم، انگار که توی دنیا تمومه، درها بسته بروم غیر از این در. روزه روزه باب الهوائج باب الهوائج. خوشی امروز من روزه های خونگیه، دونه دونه عشق چشام سرمایه زندگیه، دست خالیم و وقتی میبینم میشه گریه من چند برابر. روزه روزه باب الهوائج باب بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي علا في توحده و دنا في تفرده و جل في سلطانه و عظم في ارکانه، مجيدا لم يزل محمودا لا يزال، ثم الصلاة والسلام على امين وحيه و اشرف رسله العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الميامين المظلومين المعصومين المكرمين المنتجبين سيما الكهف الحصين بغیات المذتر المستکین بقیت الله فی السماوات والارضین الحجت ابن الحسن الاسیری روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنت علی اعدائهم و مخالفیهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و مدعی شؤونهم و مراتبهم الى قیام یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. امیدان که مجلس و محفل ما مورد عنایت خاصه حجت ابن الحسن العسکری روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا قرار بگیرد به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. شب گذشته که مزاحم دوستان بودیم، عرضه داشتیم یکی از اموری که در متون روایه ما خیلی نسبت بهش اهمیت قائل شدن،
خیلی اهل بیت به ما امر کردن، دستور دادن اینه که ما معرفت پیدا بکنیم نسبت به اهل بیت، معرفت پیدا بکنیم نسبت به امام زمانمون و تمام 14 نور مقدس. و این خودش اگر ما تو این وادی بیفتیم باعث میشه که ما از لغزش های دیگه در امان بمونیم. نگاه کنید تاریخ رو وقتی میخوایم بخونیم خیلی از ریزش هایی که از مکتب اهل بیت صورت میگیره، یعنی اونایی که شیعه بودن بعد به خاطر چی اومدن از این راه خارج شدن، گمراه شدن، یا نه اومدن اعتراضاتی به اهل بیت کردن. یه نمونش مثلا با آقا سید الشهدا علیه السلامه، وقتی که میخواد حضرت از مدینه راه بیفته بره سمت کربلا، خیلی اومدن اعتراض کردن، خیلی اومدن مثلا آقا سید الشهدا علیه السلام رو نصیحت بکنن که آقا چرا میخوای بری کربلا، چرا میخوای بری عراق، مگر تو نیدی که اهل کوفه اهل عراق مثلا با امیرالمومنین علیه السلام چیکار کردن؟ اما اونایی که اهل شناخت بودن، اهل معرفت بودن، اونایی که میشناختن سید الشهدا علیه السلام رو، اونا دیگه اصلا اعتراض نکردن، دم در نکردن، فقط تسلیم امر حضرتش بودن. هر چی سید الشهدا علیه السلام میفرمود اینام اجرا میکردند. یک نمونش آقا ابوالفضل العباس علیه السلامه که از مدینه تا خود کربلا تا روز عاشورا اصلا کسی نمیتونه مطلبی رو بیاره که مثلا آقا سید الشهدا علیه السلام یک مطلبی رو فرموده باشه، آقا ابوالفضل العباس فرموده باشه که سیدی و مولای مثلا این طور باشه بهتر نیست، یا نه از این راه نریم یه راه دیگه بریم بهتر نیست، اصلا نداریم، کسی نمیتونه نقد بکنه اینو، چون تسلیم محض آقا سید الشهدا، چون اینو یاد گرفته، این اصلا اون معرفتی که آقا ابوالفضل العباس علیه السلام نسبت با سید الشهدا علیه السلام امام زمانش داره اجازه بهش نمیده که بخواد چیزی بگه. تو قصه آقا امام مجتبی علیه السلام کیا آمدن اعتراض کردن؟ اونایی که خودشون رو صحابی حضرت میدونستن، اونایی که مثلا حالا اسمش رو آدم نیاره که از بزرگان اصحاب آقا امام مجتبی علیه السلام هست، اما چون معرفتش به اون سطح بالا، اون چیزی که اهل بیت میخوان نرسیده، میان اعتراض میکنن. کیا مگه اومدن با آقا امام مجتبی علیه السلام این خطاب رو میکردن که السلام علیک یا مذل المؤمن؟ همین اصحاب آقا امام مجتبی علیه السلام بود، چون نتونستن درک کنن، این فهم رو نتونستن حلاجی بکنن که آقا اگر امام مجتبی علیه السلام در این قضیه مثلا اومده صلح کرده، مثلا صلح کرده، حتما یه حکمتی داره، حتما یه خیری توش هست، من نباید اعتراض بکنم. وقتی این معرفت بالا بره، ببینید اگر معرفت من نسبت به یک شخصی نداشته باشم، محبت نسبت بهش نداشته باشم، حرفی هم که میزنه شاید خیلی برام قابل هضم نباشه، قابل تأمل نباشه، خیلی هم شاید بهش عمل نکنم، چرا؟ چون اون شخص رو قبولش ندارم. اما این معرفت نسبت به یک آقایی، نسبت به یک شخصی، نسبت به پدری تو خانواده، اگر یه پدری تو خانواده محبوبیت داشته باشه پیش بچه هاش، پیش فرزنداش، این بچه بیشتر حرفش رو قبول میکنه، بیشتر قبولش داره، هرچی بگیم اونو اجرا میکنه. حالا میایم تو مثلا قصه اصحاب اهل بیت علیه السلام، تو قصه خودمون شیعیان که هر کس در این وادی معرفت و شناخت امام زمانش این پله ها رو یکی یکی پشت سر گذاشت، اومد بالاتر، مقامش بالاتر اومد، این شناخت و معرفتش بالاتر اومد، این تسلیم میشه، این هرچی امامش فرمود میگه چشم، این دیگه منم منم نمی کنه جلو امام زمانش. برای اینه که انقدر اهل بیت علیهم السلام انقدر تأکید کردن که آقا امام زمان خودتون رو بشناسید، معرفت پیدا کنید. پیغمبر خاتم میفهمد که من مات و لم یعرف امام زمانهی، مات میتتن جاهلیه، هر کس امام زمان خودش رو نشناسه به مرگ
کفر و نفاق جاهلیت مرده، ولو اون که مثلا بگیم یه متر ریش داشته باشه و 5 متر عمامه هم داشته باشه و صبح و شب نماز بخونه، شب زنده داری کنه، روزا روزه دار باشه، اما امام زمان خودش رو نشناسه، پیغمبر چی میفرماد؟ میفرماد من ماته، هر کس بمیره و این صفت رو داشته باشه که ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. پیغمبر با کس تعارف نداره که، هر کی میخواد باش، چون شناخت نداره، چون معرفت نداره، مات میتتن جاهلیه. ولو از اول عمری که مثلا به سن تکلیف رسیده تا دم مرگش تمام نمازاش درست باشه، نمازای واجبش رو بخونه، نمازای مستحبش رو بخونه، جهاد اگر باشه انجام بده، انفاقش رو بکنه، خمس بده، زکات بده، حج بره، همه این کارا رو بکنه، اما این صفت که من مات و لم یعرف امام زمانهی، امام زمان شناس نباشه، مات میتتن جاهلیه. یکی از وجوه اهمیت این قضیه رو ما میتونیم بگیم که آقا اینه که اگر کسی معرفت پیدا کرد به امام زمانش، میاد چی میشه؟ تسلیم امر امام زمانش میشه، وقت هرچی امام زمانش علیه السلام فرمود عمل میکنه، چون و چرا نمیاره تو کارش. صحابی آقای امام صادق به این مقام میخوان برسن اهل بیت اصحابشون، که اومد خدمت آقای امام صادق عرضه داشت که آقا جون قربونتون برم، فداتون بشم، این انار، یک انار رو اگر نصف کنی، شما بفرمایید که این نصف بر تو حلال میتونی بخوری، نصف دیگهش حرام نمیتونی بخوری، میگم چشم، هرچی شما بفرمایید. به این درجه از مقام، به این جاها میخواد ما برسیم. اگر ما به عقل امروز خودمون نگاه بکنیم، فکر بکنیم، میگیم آقا خب چه ربطی داره، یه انار مثلا، یه سیب از یه درخته، حالا مثلا اگه از دو تا درخت بود، دو تا سیب بود، دو تا انار بود، میگفتیم مثلا اون درخت حالا غصبی بوده، آبش غصبی بوده، خاکش غصبی بوده، حالا هر چیزی. ولی این صحابی آقای امام صادق علیه السلام میاد عرضه میداره، میگه آقا جان همین یه دونه انار اگر نصف شما بفرمایید، این نصف بر تو حلال، این نصف حرام، من میگم چشم. به این مقام میخواد ما برسیم. روز شهادت آقای امام رضا علیه السلام یه روایتی رو عرض کنیم که سلطان سریر ارتضا علی ابن موسر رضا المرتضا علیه السلام میفرماید، وقتی میخواد شیعیان خودش رو تعریف کنه، یعنی میخواد به ما خط بده آقای امام رضا علیه السلام، آی کسایی که ادعا میکنید که ما شیعه امام رضا هستیم، شیعه امیر المومین علیه السلام هستیم، این خطیه که من امام رضا برای شما، این راهیه که من امام رضا برای شما مشخص کردم، ببینید تو این راه هستید یا نه، که اگر هستید در این قولی که دارید میگید من شیعه اهل بیتم، من شیعه امیرالمومنینم، دارید راست میگید. اگر نیستید باید یه فکری به حال خودتون بکنید. و اینو من بارها گفتم، هر کس تو وجود خودش فکر کنه من به بغل دستیم نگاه نکنم که خب این بغل دستی من این صفاتو داره یا نداره، اون همسایه من این صفاتو داره یا نداره. من این روایتی که آقای امام رضا علیه السلام میفرماند، این راهی که آقای امام رضا علیه السلام به من نشون دادن، من اولا بیام فکر کنم به خودم که من تو این راه هستم یا نه، کار به این نداشته باشم که خب بگم آقای امام رضا علیه السلام فرمود شیعه ما این صفت داره، این بغل دستی من نداره، این رفیق من نداره. نه، اول بیام تو وجود خودم فکر کنم ببینم من هستم یا نه. امام رضا علیه السلام میفرماید 3 صفت بیان میکنه که میفرماید که شیعتنا، امام رضا علیه السلام میفرماید شیعتنا المسلمون لامرنا، الاخذون بقولنا، المخالفون لاعدائنا. شیعه ما کسانی هستند که این 3 صفت رو باید داشته باشن. 1، تسلیم امر ما اهل بیت باشن. 2، الاخذون به قولنا، تو زندگی خودشون، تو زندگی روزمرهشون، از کوچیک تا بزرگ گرفته، ببینه ما اهل بیت چی رو دوست داریم، چی ازش خواستیم، چی میخوایم ازش.
من ببینم مثلا تو رفتار با همسرم امام، این رفتاری که من الان انجام میدم امام رضا علیه السلام این رفتار رو میپسنده یا نمیپسنده. من در رفتارم با پدر و مادرم، حالا این رفتاری که انجام میدم، این حرفی که میزنم، امام رضا علیه السلام خوشحال میشه یا ناراحت میشه؟ امام رضا علیه السلام فرموده من اینجا باید چیکار بکنم، با همسایم باید چجور برخورد کنم، با رفیقم چجور برخورد کنم؟ تمام اینا رو میگیره. توضیح اگر بخوایم بدیم همین روایت خودش یک دنیا مطالبه اون کسی که بلد باشه. بعد حضرت میفهمد که المخالفون لاعدائنا، شیعه ما کسیه که مخالف اعداء ماست. یه فرقی که این روایت با روایت دیگه داره، خیلی این روایت رو حساس میکنه، اینه که تو بعضی از روایات دیگه مثلا در مورد نماز شب حضرت میفهمد هر کس نماز شب بخونه انقدر ثواب داره، روزیش زیاد میشه، فلان میشه. کسی که مثلا بین و طول و عین نخوابه، روزیش روزی که تقسیم میشه روزیش زیاد میشه، یا نوافل روزانه رو هر کس بخونه انقدر ثواب بهش میدن. دیگه اونجا نمیفرمود، حضرت نفرمود که آقا هر کس نماز شب نخواند شیعه ما نیست. بله اونجا اگر کسی توفیق داشته باشه نماز شبش رو بخونه، به قول حالا استاد ما آجیل بهش میدن، ثواب بهش میدن، چیزی از دست نمیده اگر نخونه. یا نه، نوافل روزانه رو اگر بخونه ثواب بهش میدن، اگرم نخون دیگه بازم شیعه است. ولی این روایت فرقی که داره با روایت دیگه، حضرت در آخرش میفرماد که فمن لم یکن کذالک فلیس منا. هر کس این سه تا صفت رو نداشته باشه از ما اهل بیت نیست، یعنی از دایره تشیع خارج میشه. من چاره ای ندارم که اگر ادعام اینه که من شیعه امیرالمؤمنینم، من شیعه امام رضا علیه السلام هستم، باید این سه تا صفت در وجودم باشه، یک تسلیم امر اهل بیت باشم، هر چی فرمودن بگم چشم، دو اخذ به قول اینها بکنم، ببینم اهل بیت چی فرمودن مثلا همونطور عمل بکنم. المخالفون لاعدائنا، خیلی ها مخصوصا همین قصه تسلیم رو وقتی نداشتن، این معرفت رو نداشتن، از وادی خارج شدن، از دایره تشیع خارج شدن. حتی باعث شده که این وقتی این صفات رو نداشتن، این معرفت رو نداشتن، این سه تا صفت رو نداشتن، توهین ها به امام زمانشون کردن، اعتراض کردن به امام رضا علیه السلام. مثلا یکی از وجوه مظلومیت امام رضا علیه السلام، ما میگیم غریب الغرباست دیگه، همین شیعیانی بودن که معرفت کافی نداشتن به امام رضا علیه السلام، چقدر امام رضا رو اذیت کردن. حالا مأمون و دشمنا به کنار، یه طرف همین شیعیانی که معرفت ندارن، شناخت ندارن. آقا اگر شیعه‌ای معرفت داشته باشه، شناخت داشته باشه نسبت به امام رضا، حالا این مأمون ملعون حضرت رو به زور آورده مرو که تو باید ولایت عهدی رو قبول بکنی. اگر شیعه معرفت داشته باشه، حالا که به ظاهر مثلا امام رضا این ولایت عهدی رو اونم با اون شرایط قبول کرده که من در امور حکومت داری دخالت نمی کنم، در فلان دخالت نمی کنم، حالا که قبول کرده، من اگر شیعه با معرفت باشم، شیعه تسلیم باشم، شیعه باشم که اخذ به قول اهل بیت می کنم، میگم خب حتما یه حکمتی داره، این آقا خلیفت اللهه، این آقا حجت اللهه، این آقا مخزن علم خداست، مخزن حکمت خداست، حتما یه دلیلی وجود داره. چون معرفت نیست، وقتی معرفت نباشه، شناخت نباشه، محبت کم میشه، تسلیم دیگه نمیاد، اخذ به قول اهل بیت نمیاد، مخالفت با امر مخالفین اهل بیت نمیاد. وقت میشه یک نمونش این حدیث رو ایشالله بخونیم و از حضور دوستان التماسی داشتیم که ریان میگه من رفتم خدمت آقا علی ابن موسر رضا، ببینید چه اتفاقی میفته اگر ما دنبال رو واقعی اهل بیت نباشیم، فقط اسممون شیعه باشه و
فقط پوز شیعگی رو بدیم که ما مثلا شیعه امیرالمومنین علیه السلام هستیم و واقعا نباشیم. ریان میگه من رفتم خدمت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، عرض کردم آقا جون قربونتون برم، یبن رسول الله ان الناس یقولون انک قبلت ولایت العهد مع اظهارک الزهد فی الدنیا. همینایی که میگن آقا شما، این مردم میگن که شما تا حالا میگفتید که ما زاهدیم و ما خلافت نمیخوایم، تا الان مأمون به شما گفت بیا ولایت عهدی ما رو قبول کن، زود قبول کردی، چرا همچین کاری کردی؟ قد علم ال... بعد حضرت جواب رو ببین، جواب حضرت میفرماید که آی ریان به اینا بگو قد علم الله کراهتی لذلک، به خدا قسم خدا میدونه که من کراهت دارم از این ولایت عهدی که این مأمون به من داده، من نمیخواستم اینو قبول بکنم. ببین بحث رو پس گم نکنیم، عدم معرفت به وجود مقدس و فضائل آقا امام رضا علیه السلام و اینکه من درک نمی کنم که آقا امام رضا علیه السلام چرا اینجا ولایت عهدی رو قبول کرد، این اعتراض رو میام به امام رضا علیه السلام میکنم که آقا تا حالا میگفتید که خب نه ما دنیا نمیخوایم، ما زاهدیم و فلان، تا مأمون گفت ولایت عهدی شما چرا قبول کردید؟ این اعتراض رو میکنم. چرا؟ چون شناخت ندارم. آقا امام رضا علیه السلام میفرماید که آی ریان به اینا بگو که به اینا بگو قد علم الله کراهتی لذالک، فلما خیرت بین قبول ذالک و بین القتل اخترت القبول علی القتل. به این مردم بگو که من خدا میدونه من کراهت دارم از این ولایت عهدی که قبولش کردم، ولی چرا قبول کردم؟ خیرت و مخیر شدم بین این که این ولایت عهدی رو به ظاهر قبول کنم یا منو بکشن. مأمون میخواست بکشه امام رضا علیه السلام رو، که اگر قبول نمی کرد حضرت رو میکشتن. امام رضا علیه السلام میفهمد من اگر قبول کردم به خاطر این بوده. خیرت و بین قبول ذالکه و بین القتل اخترت القبول علی القتل ویههم ما ال... آی ریان برو به این مردم بگو شما قصه یوسف رو در قرآن مگه نخوندید؟ من اینجا مجبور شدم بیام ولایت عهدی قبول بکنم، شما اینطور اعتراض میکنید، در حالی که یوسف نبی خودش رفت به این فرعون گفتش که من رو بذار، من میخوام بیام اینجا قبول بکنم اون ولایت عهدی رو. حضرت میفهمد ما علمو ان یوسف علیه السلام کان نبی یا رسولم فلما دفعت الضروره الى تولا خزائن العزیز، چون ضرورت دید رفت خزینه دار عزیز شد. اینجا هم ضرورته، منو میخوام بکشن. چون شناخت ندارن، چون معرفت ندارن به این اشکالات بر میخورن. بعد حضرت فرمود که به اینا بگو، به اینا بگو حداقل مأمون ملعون اینجا داره ادعای اسلام که میکنه، میگه من مسلمونم، اون عزیز مصر اون که اصلا ادعای اسلام هم نمیکرد، تازه یوسف رو مجبورم نکرده بودند. با این حال یوسف قبول کرد که خزینه دار عزیز مصر بشه لضرورتن، به خاطر اون ضرورتی که براش بود. منو که اینجا میخوام بکشن، اگر قبول نمیکردم میکشتن منو. بعد حضرت فرمود که فلما دفعت الضروره الى تولا خزائن قال له اجعلنی على خزائن الارض انی حفیظ علیم و دفعتنی. یوسف گفتش که منو خزینه دار خودت قرار بده، من حفیظ علیم هستم، من میتونم این کار رو انجام بدم، من توانایی این کار رو دارم. چون ضرورت این القا رو میکرد و باعث میشد که یوسف قبول خزینه داری بکنه. روز شهادت آقا امام رضا علیه السلام، حالا فقط من اشاره‌ای بکنم که عباسلت میگه که آقا امام رضا علیه السلام مولا و سرورمون وقتی که رفت تو دارالاماره، حضرت فرمود که عباسلت اگر من از پیش این ملعون اومدم بیرون
و عبا به سر خودم کشیدم با من حرف نزد. حضرت رفت، آقا امام رضا علیه السلام رفت توی دارالاماره. حالا دارالاماره طبق اونی که نوشتم تا خونه آقا امام رضا علیه السلام خیلی راهی نبوده. عباسلط میگه من دل تو دلم نبود که خدایا الان آقا امام رضا علیه السلام میان بیرون با چه حالی میان بیرون. یه وقت میگه نگاه کردم دیدم امام رضا علیه السلام داره میاد بیرون، عبا به سر خودش کشیده، راهی نیست از دارالاماره تا خونه امام رضا علیه السلام. میگه هی دیدم حضرت میشینه زمین، هی داد میزنه، هی بلند میشینه، بلند میشه، میشه. حضرت انقدر توانایی دیگه ندارن، این زهر عمل کرده در بدن، با دل و این کبد امام رضا علیه السلام شکار کرده که حضرت دیگه توانایی راه رفتن نداره. حضرت میگه اومد تو خونه، درا رو گفت ببند از پشت سر. این حصیری که کف اتاق بود حضرت کنار زد و اونجا خودش رو خاکا تا جان به جان آفرین تسلیم بکنه. میگه منم طبق دستور امام رضا علیه السلام درا رو قفل کردم، همه درها رو قفل کردم. حضرت رو خاکا که من میخوام مثل جد قریبم سید الشهدا علیه السلام روی خاکها جان به جان آفرین تسلیم کنم. السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا المرتضی، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النور ولا جعل الله آخر الادنی لزیارتکم. السلام على الحسن وعلى علي بن الحسن وعلى أولاد الحسن وعلى أصحاب الحسين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبالها وأمها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما هات به الملك. ای رؤوف همیشه خوب سلام، یا امام رضا. ای رؤوف همیشه خوب سلام پیش تو می شود دلم آرام، شد زیارت
سما هر که رویت ندید شد ناکام کاش قلب مرا تکان بدهی دیگر این بار رخ نشان بدهی. یا علی ابن موسی ارجا صدای منو میشنوی، تصویر منو میبینی، چشم سر تو و چشم دل تو باز کن، فکر کن حرم علی ابن موسی رضا هستی، رفتی تو حرم امام رضا، رفتی پشت پنجره فولاد، یا علی مدد شاه گنبد طلا امام رضا، جلوه های خدا امام رضا، بقی و سامرا امام رضا، نجف و کاظم امام رضا، صاحب سرزمین ایرانی تو برای همیشه سلطانی. آقا جان صحنه‌ایت بهشت این دنیاست، چون حریم تو جنت و زهراست، کنج باب الجواد عرش خدا است، چون نسیمش نسیم کرب و بلاست، در حرم هر غروب بیتابم یاد صحن و سرای ارباب. یا امام رضا، میگن برات کربلا رو شما امضا میکنید، میگن هر کی با قلبش بیاد پشت پنجره فولاد بگه آقا جان کربلا نرفتم، شما کربلاشو امضا میکنی. چقدر قشنگ گفته شاعر، پنجره فولاد رضا برات کربلا، هر کی میره به کربلا از حرم رضا. یا علی مدد، زیاد معطلت نکنم، برات روزه بخونم، شب جمعه شام شادت آقا علی ابن موسی رضا، تو هم بلند بلند برا علی ابن موسی رضا گریه کن، به خصوص کنیزای حضرت زهرا که صدای منو میشنون. چرا میگم بلند بلند گریه کنی؟ آخه امام رضا کسی رو نداشت براش بلند بلند گریه کنه، نه خواهری نه دختری نه همسری، کسی نبود. اما میخوام بگم یا علی ابن موسی رضا آقا جان، ولی زینب کربلا رو تل زینبی ایستاد، دید شم رو سینه حسینش نشسته، با
بلند بلند گریه می کرد و تو سر خودش می زد، صدا می زد یا رسول الله ببین با حسین چه کردن، یا علی مدد تا کشیدی عبا بروی سرد، نظر انداختی به دور و برد، یک نفس پاره پاره شد جگرد، جمع کردی ز کوچ بال و پرد، سیدا گریه کنا ببخشین منو سر پا بودی یا زمین خوردی، ناگهان نام مادرت بردی. عباسد میگه دیدم علی ابن موسر رضا عبار و سرشون کشیده، هی میشینن و هی بلند میشن، هی چیزی را زیر لب زمزمه میکنن، ای زیر لب زمزمه میکنن، مادر جگرم میسوزه، مادر جگرم میسوزه، جگرم میسوزه، بنده آخر منو یا علی مدد برا فرج امام زمان یا امام رضا، همه درهای حجره را بستی روی پهلو گرفته ای دستی، یاد گودال کربلا هستی چن گرفتار دیم هستی، فرمودن یبن شبی فرشای مجرن و جمع کن، میخواب مثل جد قریبم حسین جون بده، آخه جد قریب من سه روز و سه شب بدنش روی خاک گرم کربلا بود، یا صاحب الزمان لبش از تشنگی تکان میخورد، نیزه او را به هر طرف میبرد، گل لبهاش با لگد پژمرد، یا صاحب الزمان نیزه داری گلوی او آزرد، ادهی صبر خواهرش مردن، دور لب تشنه آب میخوردن، آب میخوردن، یا علی ابن موسر رضا مثل امروز جواد و لعمه اومدن سرتون رو به دامن گرفتن، یا علی ابن موسر رضا آقا جان، وقتی جواد و لعمه اومدن سرتون رو به دامن گرفتن، دیگه لبای شما چوب خیزران نخورده بود، آقا جان وقتی جواد و لعمه اومدن سر شما را به دامن گرفتن، آقا جان دیگه کسی رگای گردنتون رو نبریده بود، آقا جان دیگه چی میخوام بگم، آقا جان وقتی جواد و لعمه اومدن سر شما را به دامن گرفتن، دیگه موهاتون خاکستری نبود آقا، اما من بمیرم برا اون طفل سه ساله ای که وقتی سر بابا رو به دامن گرفت، یا زهرا یا زهرا یا زهرا صدا زد بابا، کی منو یتیمم کرده بابا، بابا کی رگای گردن تو بریده بابا،
چرا مات خاکستریه؟ یه کاری کردین سه سالم همه یه عقل خرابه به گریه افتادن. بگم برا فرج امام زمان، آی دختر دارا دستای دختر سه ساله چقدره؟ لبای دختر سه ساله چقدره؟ انقدر توی با این دستاش تو لبای زد دهان پر خون شد، صدا زد بابا بلند شد، منم شبیه تو شدم بابا. گفت بابا زجرم مثل مغیره چقدر بد میزد، زجرم مثل مغیره چقدر بد میزد بابا، زیر شلاق و لگن بالو پرم زخ شده، عشقتو با کف دستت پاک کن، دستتو بیار بالا، این دستیه پیش خدا قیمتیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اما یجیب المصدر ازادا و یکشف السوء، اما یجیب المصدر ازادا و یکشف السوء، اما یجیب المصدر ازادا و یکشف السوء. همه با هم زمزمه کنیم بسم الله الرحمن الرحیم. الهی از امال بلا و برح الخفا و انکشف الغطا و انقطع الرجا و ضاقت الارض و منعت السماء و انت المستعان والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أولي الأمر الذين فرض علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا، كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان، يا مولانا يا صاحب الزمان. الغوث الغوث الغوث، أدركني أدركني أدركني. الساعة الساعة الساعة، العجل العجل العجل. الغو 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 الغو، أدركني أدركني أدركني. الساعة الساعة الساعة، العجل 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 العجل. يا أرحم الراحمين.
محمد وآل الطاهرين.